گزارش های غیر رسمی حکایت از این داره که میان تحریک طالبان پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان در هتل سیرینای کابل یک دور جدید گفتگوها آغاز شده است. با توجه به این که این گفتگوها در کابل داره برگزار میشه، به نظر میاد که طالبان افغان هم نیز در این گفتگوها نقشی را داشته باشند. اکانت هایی که نزدیک به تحریک طالبان پاکستان هستند آنها میگویند که دو تن از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان توسط ارتش پاکستان آزاد شدند. چیزی که در آغاز این گفتگوها مطرح بود که یکی از خواسته های تحریک طالبان همین بوده که دو تن از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان که اسامی آنها را به پاکستانی ها داده بودند آنها را آزاد کنند، هرچند این اسامی هنوز منتشر نشده، ولی به نظر میاد که دست کم این موفقیتی را به دست آوردند تحریک طالبان پاکستان. ولی در پاکستان بیشتر هم وقتی گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان و همچنان میان نیروهای امنیتی پاکستان برگزار شده، این موضوع مطرح بوده که پاکستانی ها هرگاه به خواسته های تحریک طالبان پاکستان تن میدهند و افراد آنها را آزاد میکنند، این منجر به قوی تر شدن تحریک طالبان پاکستان میشه و طالبان از این فرصت تحریک طالبان پاکستان از این فرصت سوء استفاده میکنند و در واقع بیشتر نیرو میگیرند، بیشتر قوی تر میشن، روحشون بالاتر میره. الان با توجه به این که دولت پاکستان این احساس رو کرده که پس از روی کار آمدن طالبان افغان در افغانستان حملات شدیدی علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام شده، به نظر میاد که دولت پاکستان بار دیگر تصمیم گرفته که به نوعی وارد گفتگوها بشه با تحریک طالبان پاکستان و در واقع آنها را متقاعد بکنه که آنها سلاح را کنار بگذارن و همچنان قانون اساسی پاکستان را بپذیرن و هیچ اقدامی که منافی قانون اساسی پاکستان باشه آن را انجام ندهن. خواسته ای که بعید به نظر میاد توسط تحریک طالبان پاکستان پذیرفته میشه. از چند و چون این گفتگوها که دقیقاً در هتل سیرینای کابل چی میگذره هنوز اطلاعاتی منتشر نشده و مقامات رسمی هم چیزی در این زمینه تاکنون نگفتند.